من میرم به بخش بعدی بحث، بخش بعدی آزادی فردی و اجتماعی، و آقای نووی آغاز خواهند کرد این بحث رو. موافقان شرکت در انتخابات اعتقاد دارند که با مشارکت مردم و در صورت پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات، شرایط فرهنگی و آزادی های اجتماعی به درست خواهد گشت و امکان انتشارات روزنامه‌های مستقل و انتشارات کتاب‌های بیشتر موجود خواهد بود. و همینطور NGO ها فعال خواهند شد و امکان فعالیت اجتماعی افزایش خواهد داشت. اول اینکه آقای نووی، آیا با چنین گفته موافق هستین و فکر میکنین که واقعا آزادی اجتماعی بیشتر خواهد شد در صورت پیروزی یک اصلاح طلب یا نه؟ و میتونید بحث رو بیشتر خودتون باز بکنید. بفرمایید. من ضمن اینکه اعلام میکنم که با بحث شما موافقم، این رو کامل میکنم. از نظر من آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه ما در دو حالت افزایش پیدا میکنه. اول اینکه کل حکومت تغییر پیدا بکنه و این حکومتی که مصداق بارز به اصطلاح محدود کردن آزادی های فردی و اجتماعی است، این حکومت تغییر بکنه و یک نظام به اصطلاح آزاد و نسبتاً بهتر از این نظام حکومت درستی مستقر بشه. دوم اینکه رئیس جمهوری بیاد به جای رئیس جمهوری که الان هست، که او معتقد باشه با آزادی های فردی و اجتماعی. حالا این آزادی ها شامل آزادی فردی که اشخاص در زندگی شخصیشون دارن و آزادی های اجتماعی، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی های مختلفی، حتی آزادی های اجتماعی دیگری که مردم برای زندگیشون بهش نیاز دارن. تغییر حکومت از نظر من هیچ نشانه‌ای براش در حال حاضر وجود نداره. حداقل حتی اگر وجود داشته باشم، با شرکت یا عدم مشارکت در انتخابات ربط نداره از نظر من مستقیما، مگر اینکه کسی ثابت بکنه من که ربط داره. بنابراین تنها حالت که این بهبود رو من میتونم ببینم این هست که یک رئیس جمهوری که به اصطلاح آزاد تر و به اصطلاح خوشفکرتر و لیبرالتر از آقای احمدی نژاد باشه، ایشون بیاد سر کار، که تقریبا همه نامزدهایی که ممکنه تصور هستن از ایشون خیلی بهترن و انتخاب هر کدوم از اونا میتونه شرایط آزادی فردی و اجتماعی رو بیشتر. خب آقای واحدی بفرمایید، نوبت شماست. این بحثی که حکومت برود یا نرود، ما خوشبختانه قسمت آخر بحثمون روش فرصت داریم صحبت بکنیم. من هم قبول دارم اگر رئیس جمهوری بیاد که معتقد باشه به آزادی های بیشتر و بعد این رئیس جمهور قدرت داشته باشه که این عقیده خودش رو حداقل در حوزه فعالیت خودش اعمال بکنه، طبیعتاً وضع بهتری خواهد شد. اگرچه همون بحثی که من اول کردم، به نظر من عمده شاید قریب به اتفاق بخش هایی که به آزادی های فردی اجتماعی و روزنامه ها کتاب مربوطه، اصلا در به خصوص در سالهای اخیر از حوزه اختیار رئیس جمهور خارج شده. که رئیس جمهوری بیاد که از آقای احمدی‌نژاد لیبرال تر باشه، اگر در زبان و گفتن باشه، آقای احمدی‌نژاد اصلا خیلی لیبرال تر از آقای خاتمیه. آقای احمدی‌نژاد چیزی میگه خاتمی هم نمیگفت دیگه، اطرافیان آقای احمدی‌نژاد امام زمان و همه چیم تموم کردن رفته، امام زمان تمسخر میکنن هیچ اصلا که چاوه. اینکه در زبان گفته بشه، شاید مثلا آقای احمدی‌نژاد تغییر کرده نیتشه، اما چقدر قدرت داره این کار انجام بده؟ ببینید، من از حرفای آقای نووی چیزی میفهمم، پیش فرضش اینه که اگر یک رئیس جمهور یک کسی مثل آقای خاتمی کاندیدا بشه، ما اولا فرضمون بر اینه که داریم در انتخابات مشارکت میکنه، فرضمون بر اینه که خب اگر از مرحله کاندیداتوری عبور کرد دیگه نگران نداریم چون رئیس جمهور میشه. اما فرض کنیم خواهد شد که نخواهد شد، اما به فرض اینکه این اتفاق افتاد، آیا در حوزه مسئولیت های حتی رئیس جمهور اختیار وجود داره؟ آیا امروز اگر آقای خاتمی رئیس جمهور باشه، مثل سال 76 میتونه مجوز روزنامه بده؟ آیا میتونه مجوز کتاب بده؟ ما از دوره آقای خاتمی میگیم به خاطر آزادی مطبوعات، تعداد مطبوعات، چرا از تعداد روزنامه‌ای که در دوره آقای خاتمی توقیف شد نمیگیم؟ این اصلا مسئولیت خاتمی نبود، این اصلا ذم آقای خاتمی نیست. من عرضم اینه که ما وقتی بحث میکنیم خوبه بگیم رئیس جمهوری که به فرض کنیم ما رفتیم در صندوق رای اسم آقای خاتمی رو انداختیم یا آقای ناطق نوری یا هر کس دیگه. من صدای آقای واحدی رو نمیشنوم. من صداشون نمیشنوم.
خب تا آقای وایدی برگردن به بحث، آقای نبوی شما شروع بکنید، جواب آقای واحدی رو بدیم تا برگردن. من البته دوست داشتم که صحبت ایشون تموم بشه و بعد من صحبت بکنم، ولی به هر حال من این رو میگم. ببینید، ما با شاخص‌های عمومی سر و کار داریم. وقتی داریم میگیم که مثلا آزادی‌های مثلا آزادی بیان بیشتر شده، منظورمون این هست که مثلا فرض کنید زمان آقای خاتمی برای یک دوره طولانی میزان مصرف روزنامه رسیده بین مثلا 1.5 تا 2 میلیون روزنامه در روز، یا تیراژ مثلا روزنامه پر تیراژ رسیده به مثلا 450 هزار. در حالی که در حال حاضر تیراژ روزنامه‌ای که مثلا خیلی پرفروشه یه چیزی حدود 60-70 هزار تا و تیراژ روزنامه معمولی 10 هزار تاست. خب این دوتا یعنی تفاوت شاخص. یا انتشار کتاب، ما میگوییم که مثلا در دوره آقای خاتمی در طول یه دوره طولانی تعداد زیادی کتاب موفق شدن مجوز انتشار بگیرن، کتابهایی که در دولت قبل از آقای خاتمی و بعد از آقای خاتمی دیگه نتونستن مجوز بگیرن. بنابراین ما با شاخصهای واقعی مواجهیم، بر اساس شاخصهای واقعی رفتار میکنیم. این که مثلا فرض کنید در سال دوم سوم آقای احمدی نژاد مثلا پلیس اعلام میکنه که ما در 3 ماه گذشته 1.5 میلیون زن توی تهران اختار دادیم، تذکر دادیم، خب این و وقتی اینو مقایسه بکنیم به دوره آقای خاتمی، وقت میفهمیم که میزان آزادی های فردی و اجتماعی در این دو دوره چه بوده. نکته که جناب واحدی مطرح میکنند و یک فرضی است که میتواند درست باشه، میتونم درست نباشه، اما به هر حال این فرضی است که ایشون میگذارن. بحثشون این هست که اتفاق زمان آقای خاتمی تکرار نخواهد شد. من معتقدم که این فرض رو باید دنبال بکنیم و در واقع ببینیم، نمیتونیم از پیش راجبش قضاوت کنیم. خب آقای واحدی شما بفرمایید و یه ذره بیشتر بهتون وقت میدیم چون قطع شدین دفعه پیش. من داشتم یه توضیح میدادم. ببینید که دوره آقای خاتمی، من عرض کردم اگر روزنامه ها توقیف شدن مسئولش آقای خاتمی نبود، اما همون وضعیت اتفاقا شده که تکرار خواهد شد، این هاست، یعنی با شدت بیشتر تسلطی که یا در واقع مانع تراشی که برای آزادی ها میکنن روز به روز بیشتر شده و به نظر من اصلا دیگه رئیس جمهور مجرد بدون توجه به اینکه چه کسی خواهد بود خیلی تاثیر نداره. تازه یک نکته منفی، حالا متاسفانه باید بگیم اخلاق مداری الان داره منفی میشه در حوزه سیاسی ایران به خاطر پایبندی هایی که آقای خاتمی دارن یا بعضی از در واقع مداراهایی که میکنن، شاید بدتر هم بشه اوضاع، که این شاید که میگم با مسامحه قطعا بدتر خواهد شد. پلیس، نیروی انتظامی و دیگران مقابلش رو بیشتر خواهند کرد، همونطور که عرض در کم کم دوره آقای خاتمی جلو که رفت توقیف روزنامه ها اتفاق افتاد. این که ما بگیم ما خب بیدیم تو انتخابات شرکت میکنیم اگر اجازه دادن آقای خاتمی کاندیدا بشه، اگر اجازه دادن انتخاب شد بعد امتحان کنیم ببینیم که حالا مثلا خوب میشه یا نه، به گمانم این دیگه اوج ناامیدیه که ما در شرایطی قرار گرفتیم که اختیارمون کاملا به حکومت میدیم، در زمینی که حکومت طراحی کرده شرکت میکنیم، سودش رو حکومت ببره. حالا اگر انتخاب ما از صندوق در اومد، اگر موفق شد، وقتی میگیم دیدی گفتیم، این که به نظر من یه مقداری شاید میگم اعتراف بکنیم که ما هیچ چیز دستمون نیست، هر چی حکومت میخواد بعد انجام بدیم، بعدم ریسک میکنیم، اگر شد شد، اگر نشد نشد. من گمان میکنم اینطور بحث کردن به نتیجه نمیرسیم. به نظر من نشانه هایی که میبینم میگم بدتر خواهد شد. اگر نشانه هست که بهتر میشه، یعنی روند تسلط پلیس، روند تسلط سپاه، روند تسلط نیروهای امنیتی بر اوضاع کشور روز به روز اضافه شده و هیچ نشانه‌ای وجود نداره که رئیس جمهور اسفندیار رحیم مشایی باشه یا هاشمی رفسنجانی باشه یا خاتمی باشه، حتی ذره‌ای از این اقتدار بخوان کم کنن، که من معتقدم بر این اقتدار اگر حتی ناچار شن به یک رئیس جمهور ناهماهنگ تن بدن، برای مقابله با اون دست این نیروها رو بازتر خواهند گذاشت. این نیروها با شدت و عدت بیشتری، کما که نشانه‌هاش رو نشون میدن، حرفایی که میزنن در مورد مسئله هستی و دیگران و مسائل دیگه میزنن، نشون میده که دست این نیروها رو در آینده بازتر خواهند گذاشت. خب وقت سوال من میرسه از آقای نبوی. آقای نبوی،
بالاخره حالا فرض کنیم این بازگشایی آزادی اجتماعی و اینا که شما میگین اتفاق بیفته، واقعا یکی اصلاح طلبی بیاد و تا یه حدی اتفاق بیفته، نکته یکی هست اینه که چنین بازگشاییشون ساختاری نیست، بالاخره همیشه احتمالش هست که باز هم این فضا بسته بشه و بسته شدن فضا همیشه با یک ناامیدی گسترده همراهه، که همونطور که خب بعد از دوره خاتمی چنین اتفاقی افتاد و هزینه ناامیدی هم خب کم نیست. این رو شما چه جوابی دارید با توجه به اینکه خب هیچ حسابی نیست که این بازگشایی ادامه پیدا بکنه و هر لحظه ممکنه از دوباره این آزادی پس گرفته بشه و ناامیدی به وجود بیاد، هزینه ناامیدی رو شما توی استدلالاتون وارد کردید یا نه؟ بله، ببینید ما برای ابد که زندگی نمی کنیم که ما برای ببین بعضی وقتا ما ایرانی هم استانداردامون همه 3000 ساله است، یعنی فکر میکنیم که اگر ما رسیدیم به یه وضعیت آزاد بعد این مثلا 2000 سال دوام پیدا کنه. در خیلی از جاهای دنیا هم همینطوره که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، یه دولتی میاد، مردم میرن پشت این دولت، شرایط برای مدت 4 سال یا 8 سال یا 3 سال یا 2 سال یه شرایط خوبی میشه. خب 8 سال میشه 1/4 زندگی یک آدم بالغ در دوره بلوغش. خب این خیلی مهمه. من خیلی خوشبختم که در دوره آقای خاتمی تو اون 4 سال زندگی کردم و مطمئنم بسیاری از دوستان من که در 8 سال آقای احمدی نژاد زندگی کردن در داخل کشور و روزهای بسیار سخت و تلخی رو گذروندن، اینها بخش مهمی از عمرشون نابود شده. این خیلی مهمه. اینکه بعد من که نمیتوانم بگویم که یک آدمی که یک کار خیلی خوبی کرده، یک فضای بسیار زیبایی رو به وجود آورده، من با او همراهی نکنم، به خاطر اینکه اگر تمام شد بعدش دچار رنج خواهم شد، بعدش دچار ناامیدی خواهم شد. اینجوری باشه که ما نه هیچ وقت از هیچ عشقی استقبال میکنیم، نه هیچ وقت دنبال هیچ زندگی میریم، نه هیچ وقت هیچ رابطه زیبایی رو شروع میکنیم، بخاطر اینکه هر رابطه ممکن تمام بشه. خب این چه استدلال؟ زندگی اصلا ما خودمون موقتیم، وقتی ما موقت هستیم باید سعی کنیم اولا مقدار بیشتری پافشاری کنیم برای اینکه این ادامه پیدا بکنه و شرایط بهتری بشه. از نظر من دوره آقای خاتمی تنها چیزی که اگر دوره آقای احمدی‌نژاد بده به خاطر اینکه هر روزم بدتر شده، به خاطر اینکه ایشون هست، اگر ایشون بره قطعا وضعیت بهتری خواهد شد. خب آقای واحدی، سوال من از شما بازم در همین رابطه است، این که خب بالاخره به طور موقتی اگه یک اصلاح طلبی بیاد ممکنه فضا باز بشه و فضا از این شرایطی که هست یه مقدار بهتر بشه، حالا بالاخره شاید این احتمال 100% نه، ولی 50% بالاخره چنین احتمال ممکن وجود داشته باشه که فضا بهتر بازتر بشه. آیا شما این که بالاخره چنین احتمالی هست، یک، و دو اینکه اگر قبول دارین ولی باز هم دارید استدلال میکنید که مشارکت نکنن مردم و این شانس رو میخواییم بگیرید ازشون، آیا شما به قول معروف از این افراد نیستین که استدلال میخوان بکنن که شرایط کشور به قدری بد بشه که مردم انقدر خسته بشن که به قول معروف حکومت رو عوض بکنن؟ یعنی از این به قول نوع تفکر حجتیه که حالا در اون نوع به قول معروف دموکراسی خواهش هم اینه که بذاریم شرایط کشور انقدر بد بشه که مردم بالاخره یک تحولی اتفاق بیفته و دموکراسی بخوان. آیا شما از این دسته هستید یا نیستید؟ بفرمایید. من تنها دسته که درش هستم دسته سینه‌زنی و زنجیردنی برداختم، در هیچ دسته نیستم. از حضورتون ببینید، این که ما هی استدلال بکنیم در دوره 8 ساله احمدی نژاد وضع بدتر شده و الان بریم به طرف رئیس جمهوری که یه مقدار حتی 1%، 5%، به قول شما 50% بهتر باشه، پیشاپیش یک هدیه بزرگی به آقای خامنه‌ای دادیم که اصلا تمام دردسرها و گرفتار از این سر رئیس جمهوره. اگه رئیس جمهور عوض شه اوضاع خوب میشه. این زمان شاه میگفتن، امام جمعه رسول تو نماز جمعه گفتن که مردم نگران نباشید، جنگ تموم شه انشاءالله اوضاع خوب میشه. این زمان شاه. این که ما الان اینطور استدلال بکنیم به نظر من اشکال اولش اینه که نقش اصلی رهبر در نابسامانی‌های اخیر، بله یه آدم بی شخصیتی مثل احمدی نژاد راحت‌تر اون سیاست‌های رهبر رو اجرا کرده. شاید اگر آقای خاتمی بود مثلا حداقل یه اخمی بعد وقت تو جلسه خصوصی می‌کرد، اما احمدی نژاد این کار انجام داده. این اشکال اولشه که ما در واقع
مهره اصلی نابسامانی ها رو فراموش کردیم. اما نکته بعدی که آیا من دنبال اینم که بعد بدتر بشه که مثلا مردم قیام کنن حکومت ساقط بشه، نخیر، هیچ کس دنبال این نیست. اینکه میگم هیچ کس حداقل من نیستم، آقای نبوی شما نیستید و مطمئنم تمام کسانی که پایین برنامه نشستن ایشونشون اینطوری نیستن. اما اینو هم فراموش نکنیم، اگر ما شرایط رو اجازه داریم به امیدی که حالا صبر کنیم شاید بهتر بشه، مردم از درون هی متوجه شدن که هیچ راه امیدی وجود نداره، مردم ناچارن. اگر یه روزی همون چیزی در سوال شما از آقای نبوی بود، اشکال ساختاری، یعنی اینکه اگر روز آقای خامنه‌ای سرش مثلا حالش خوب بود یه خورده آزادی بده، ما میگیم دست درد نکنه خدا بهت بیام واسه سه، اگر جلوشو گرفت بگیم خیلی خوب چاره نداریم، راه براندازی که وجود نداره. با این طریق ما فراموش نکنیم که اون روز خطری که وجود داره اینه که مردم نگاهشون از نیروهای داخلی بره به طرف یک ناجی خارجی. چرا اینو در نظر نمیگیم؟ همش میگیم که ما میخوایم نخه، ما نمیخوایم بدتر شه، اما فراموش نکنیم که در دوره‌های از تاریخ اگر یک موقع دخالتی شده، اگر در بعضی کشورهای در کشور ما مقاومت خیلی شدیدی نشده به دلیلی که مردم از اصلاح در داخل ناامید شدن، اگر ما بگیم که هیچ راهی نداریم جز تمکین در برابر نظام فعلی، معنیش اینه که مردم رو سوق میدیم به طرف اینکه برن دنبال یک ناجی خارجی باشن.